انقلاب اسلامی روابط ایران و عربستان را پرتنش کرد. دو مدعی رهبری جهان اسلام، یکی شیعه و دیگری سنی، دو قدرت بزرگ منطقه و دو تولید کننده بزرگ نفت، یکی دشمن آمریکا، دیگری دوست آمریکا. جنگ عراق و ایران به آتش این تنش دامن زد. اواخر جنگ، درگیری نیروهای امنیتی عربستان در مکه با زائران شیعه عمدتاً ایرانی که شعارهای ضد آمریکایی می‌دادند، جان صدها نفر را گرفت و تنش در روابط ایران و عربستان را به اوج رساند. اما بعدها حمله عراق به کویت و عربستان جای دوست و دشمن را عوض کرد و روابط ایران و عربستان را قدری بهتر. اوایل ریاست جمهوری محمد خاتمی و نایب السلطنگی عبدالله ابن عبدالعزیز روابط دو کشور بهتر شد. آنها برای کاهش تولید نفت و بالا بردن قیمت که به شدت سقوط کرده بود همکاری کردند. بعدها پیمان امنیتی هم بستند. اما سقوط حکومت صدام حسین در عراق بر اثر حمله آمریکا و متحدانش ورق را برگرداند. عدم توانایی آمریکا بعد از در واقع سرنگونی دولت صدام حسین برای در واقع پر کردن خلأهای قدرت به شکلی که در واقع باعث تهدید برای کشورهای سنی منطقه نشه و همزمان رشد نیروهای سیاسی که شیعه بودند و به شکل سیاسی و ایدولوژیک هم به دولت ایران به تهران نزدیک بودند، باعث در واقع بروز تنش‌های جدی بین ایران و عربستان سعودی شد. همزمان با آغاز پادشاهی عبدالله ابن عبدالعزیز در عربستان، در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شد. تنش در روابط دو کشور بیشتر شد. بالا گرفتن نگرانی بین المللی از برنامه هسته‌ای ایران هم مزید بر علت شد، تا آنجا که طبق یک سند سایت افشاگر ویکیلیکس، سفیر عربستان در آمریکا گفته بود ملک عبدالله بارها از آمریکا خواسته به ایران حمله کند و به قول او سر این مار را بکند. مدتی بعد یک ایرانی آمریکایی دستگیر شد به این اتهام که می‌خواسته ترتیب ترور سفیر عربستان در آمریکا را بدهد به سفارش کسانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. البته ایران این اتهام را نپذیرفت. راه افتادن موج اعتراض در بعضی از کشورهای عرب خاورمیانه رقابت منطقه‌ای ایران و عربستان را تشدید کرد. حمایت نظامی عربستان از حکومت بحرین و حمایت ایران از معترضان و متهم شدنش به دخالت در امور داخلی بحرین تنش را بیشتر کرد. ما اگر در بحرین دخالت می‌کردیم اوضاع در بحرین جور دیگری می‌شد. بحران سوریه هم هیزم بر آتش رقابت منطقه‌ای ایران و عربستان ریخت. نشان عالی لیاقت و شجاعت در سوریه برخلاف بحرین، ایران حامی حکومت بوده و عربستان حامی مخالفان. در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی با سرکار آمدن حسن روحانی و تأکید او بر تنش زدایی از روابط خارجی ایران انتظار می‌رفت روابط با عربستان بهتر شود، اما وضع تغییر چندانی نکرد. به نظرم بعضی از سعودی‌ها فکر می‌کنن که روحانی با رئیس جمهوری قبلی ایران تفاوت داره، ولی ملک عبدالله نظرش این بوده که روحانی به هر حال فارس و شیعه، پس چه فرقی میکنه؟ دست همکاری ایران و آمریکا برای کاستن از تنش و حل بحران هسته‌ای به نظر بسیاری از ناظران عربستان را هم مثل اسرائیل نگران کرد. عربستان در واقع این در واقع تغییر سیاست آمریکا رو و تا یه جورایی نرمتر شدن سیاست واشنگتن رو در قبال تهران رو تهدیدی در بر ضد منافع امنیتی و ژئوپلیتیک خودش در منطقه. ظهور داعش در عراق و پیشروی برق‌آسا و مرگبارش نگرانی از دمیدن با آتش تنش‌های فرقه‌ای را بیشتر کرد. نوری مالکی نخست وزیر شیعه و متحد ایران که متهم شده بود با ناراضی کردن سنی ها آب در آسیاب داعش می ریزد، سرانجام از قدرت کنار رفت. راه برای تغییر مناسبات ایران و عربستان قدری بازتر شد. للتفاهم مع ایران التي كانت تعتقد انها شرایط جدید راه رو برای تفاهم با ایران هموار کرد. ایران قبلا فکر میکرد که میتونه برای همیشه بر عراق تسلط داشته باشه، اما تحولاتی که اتفاق افتاد عرصه رو برای تفاهم ایران و عربستان در مجموعه ای از قضایا باز کرد، از جمله در عراق و سوریه.
و باعث تغییر حال و هوا و یک تحرک بین‌المللی برای مقابله با تروریسم در منطقه شد. این بار اوپک عرصه رویارویی ایران و عربستان شد. با کاهش مستمر قیمت نفت و مخالفت اوپک با کاهش تولید برای افزایش قیمت، حسن روحانی از یک توطئه نفتی سخن گفت. ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست. آقای روحانی از عربستان اسم نبرد، اما بعضی از نزدیکان حکومت ایران از عربستان اسم بردند. دولت‌های ایران و عربستان معمولاً با ذکر نام از یکدیگر انتقاد نمی‌کنند و حتی از همکاری برای منافع مشترک حرف می‌زنند. هرچند جنگ سرد ایران و عربستان ریشه‌های عمیقی دارد. گاهی تغییر دولت در ایران یا تهدید مشترک در منطقه ایران و عربستان را قدری به هم نزدیک‌تر کرده، ولی این دو یکدیگر را بیشتر رقیب دیدند تا رفیق. مجید خیام‌دار، BBC.